درود بر شما پوران پور هستم روان درمانگر مشاور بالینی و جامعه شناس و امروز در خدمت شما هستم بخش دیگر از برنامه بهداشت روان رو در آریا تیوی اجرا می کنم و نو، نگاه ما امروز به کودک و نوجوان هست و مسائل و مشکلات روانی که فرزندان ما میتونن داشته باشند با ما باشید خب ما وقتی که صحبت از اختلال روانی در کودک و نوجوان میکنیم چی هستش اولا که میخوام اینو توضیح بدم اختلال روانی یعنی اینکه یک تأثیر،, تاثیر عمیق شرایط محیطی روی فکر عواطف و رفتارهای فرد هستش و این به معنای این نیستش که این کودک دیوانه شده و یا اینکه دیگه خوب نمیشه یا مشکلات خیلی زیادی داره همه چی درمانپذیره یک من میخوام راجع به اختلال استراب صحبت بکنم یا انگزایتی دیسوردر در کودکان و نوجوانان که خودش رو جورهای مختلف نشون میده ولی یکی مشخصا کودک در ترس و وحشت زیادی است نسبت به آینده که امتحاناتش چی میشه فردا چگونه خواهد بود دوستاش چگونه باش برخورد خواهند کرد تو مدرسه چه اتفاقایی میخواد بیفته و اینقدر استراب یا درجه ترس و نگرانی تو کودک زیاد هستش که تمرکز حواسش رو از روی شرایط کنونیش به هم میزنه نمیتونه درس خونه نمیتونه چیزی یاد بگیره نمیتونه تو محیط باشه نمیتونه بازی خوب بکنه و استراب به اونجایی میرسه که ممکن به اصطلاح توی تغذیهش توی خوابش توی به سیستم گوارشیش تاثیر بکنه و کودک مرتب مثلا یا فرد نوجوان ما مرتب شکایت از دردهای بدنی میکنه فیزیک بدنش رو میگه من انجام درد میکنه سردرد دارم دل درد دارم و دردهای مختلف و این رو باید زود فهمید و به کودک کمک کرد یک اختلال دیگه اختلال ADHD هست یا ADD Attention Deficit Hyperactivity Disorder and uh, uh, attention uh, uh, deficit disorder یعنی uh, دو تا موضوع هستش ADHD که حرکت توش وجود داره hyperactivity توش وجود داره و ADD که در حقیقت فقط یه سری پرش های فکری هستش و این اختلال همیشه بوده و هنوزم هست و در حقیقت یک کم کاری در سیستم مغز هستش به خصوص مغز پشت پیشانی و یک موزل موزل است که راه حل داره درمان داره ولی گاهی اوقات بد دیده میشه و خانواده میترسه و فکر میکنن که این مشکل همیشه خواهد موند ولی اینطوری نیستش و این فقط سیستم مغز کودک هستش که ناآرومه و اگر راه های مشخصی استفاده بشه میتونه این کار بهتر بشه دکتر گبور مته دکتر روانپزشکی است که در کانادا در همین ونکوور بی سی زندگی میکنه ایشون کتابهای بسیار زیادی داره راجع به ADHD و خودش هم ایشون خودش رو در حقیقت دایگنوز کرده بود که به عنوان ADHD داره و توضیحات بسیار جالبی میده راجع به اینکه چقدر این مسئله مهمه که دیده بشه و شناخته بشه و کودک کمک بشه بهش که تو محیط آرومتری بتونه یادگیری داشته باشه چون ADHD همونطور که گفتم کمک نیاز داره فرد که بتونه به تمرکز بکنه فکر بکنه احساس بکنه تنفس بکنه و یاد بگیره و خیلی موزل سختی است اگر درکش نکنیم یک اختلال دیگر رو که میخوام روش دست بذارم اختلال افسردگی است افسردگی در کودک و نوجوان به خاطر آف کورس که ببخشید آف کورس یعنی حتما که به خاطر شرایط محیطی هستش محیط خانواده اگر غمگینه اگر خشنه اگر پدر مادر وسواسی پرخاشگر یا افسرده هستن یا نامیدی وجود داره و مشکلات از این قبیل باعث میشه که کودک حس غم مداوم بکنه و حس غم و نامیدی و در حقیقت یه جور به پوچی برسه و این خیلی خطرناکه مسلما و معمولا از سنهای میتونه از سن پایین خیلی شروع بشه به خاطر اینکه اگر مادر افسرده باشه به خصوص و مادر یا پدر و خدای نکرد ایتیاد در خانواده وجود داشته باشه این ردخور نداره که کودک این علایم رو میگیره و حال خوبی نداره و افسردگی نه تنها کم بوده هرمون های کمکاری هرمون های مغزی هستش بلکه اون عدم درک شدن عدم... به تفاهم با محیط یا همراهی با محیط یا محیط محیط سازگاری نیست محیط خوبی نیستش برای کودک و فرد نوجوان معمولا خودش رو میبینیم که نمیخواد از خونه بره بیرون تو خونه مونده و با ما هیچ ای نداره و خب افسردگی خطرناکه اگر مداوا نشه معمولا افسردگی و استراب اختلال هایی هستن که در ADHD هم فراون دیده میشن و اینها دست به دست هم میدن و آزار میرسونن در حقیقت یک مسئله دیگه در حقیقت اختلال رفتاری در کودکان نوجوان هستش که بسیار زیاد دیده, دیده میشه مدارس ممکنه که دست بزن روی این جریان به پدر مادر زنگ میزنن که فرزندتون رفتارش ناسالم بوده بیاین ببینین چیکار باید کرد و خیلی مهم عزیزان که ما بدونیم اگر مدرسه به ما زنگ میزنه به جای اینکه بخوایم انکار بکنیم به جای اینکه بخوایم مقصر شناسی بکنیم به جای اینکه بخوایم کودکمون رو حتی تهدید بکنیم فرزندمون رو تهدید بکنیم کوچیکش بکنیم خردش بکنیم خیلی خوبه که بیایم دنبال راه حل بگردیم ببینید تمام این اختلالات به وجود میاد تو شرایطی که خیلی چیزا نابسامانه و نقش پدر و مادر تو این جریان بسیار زیاده نقش افراد خانواده کی تو خانواده هست چه اتفاقاتی مراوداتی بین این افراد داره میفته آیا فرزند ما احساس امنیت و آرامش میکنه تو خونه با دیگران یا نه آیا احساس اعتماد میکنه که کسی میفهمتش درکش میکنه متوجهش میشه توجه سالم بهش نشون میده آیا کودک همیشه یا نوجوان ما استراب داره که حرفی بزنه چون فکر میکنه که اگر این رو بگه یا هر چیزی رو بگه قضاوت میشه و مورد پرخاشگری قرار میگیره و دعواش میکنن و راه حل میخوان بهش نشون ببینین همه اینا با همدیگه دست به دست هم میده یک کودک یا نوجوانی که در حقیقت باید بره به طرف رشد و تحول و مغز در حال رشد و تحول هستش و یاد بگیره تجربه کنه زندگی رو خطا هم بکنه و از خطاهاش درس بگیره میره به طرف اینکه حال خوبی نداشته باشه و ما هیچ کدوم این رو نمیخوایم چون معمولا هممون دوست داریم که فرزندمون بهترین امکانات رو داشته باشه و شرایط خوبی داشته باشه حالا چیکار بکنیم اگر اختلالاتی میبینیم حالا من روی چند تا اختلال دست گذاشتم یه اختلال بزرگتری هم هستش که حالا اختلال در حقیقت فکر خودکشی هستش وقتی که ناامیدی زیاد بشه و خودکشی در حقیقت اون راهی است که فرزند یا فرد پیدا میکنه برای اینکه فکر میکنه دردها رو بخواد تموم کنه ولی در حقیقت تحملش برای دردها کم شده و همه اینها راه داره اگر ما زودتر ببینیم اگر زودتر بتونیم کمک بگیریم خیلی چیزا بهتر خواهد شد بدون مقصر شناسی و فقط دنبال راه حل گشتن روابط پدر مادرها تاکید میکنم نشان دهنده نوع سلامت روان کودک و نوجوان هستش امیدوارم خوب خوش باشین همگی منتظر سوالات بیشتر هستم روز خوش